بسیار عالی رقابت کشتی رو تقدیم حضورتون بکنیم در مرحله شانس کریم فر حریف خودش رفته آقای اعتصامی عزیز همینجا تشریف دارن و این کشتی رو برای ما گزارش میکنه بله تشکر میکنم آقای میساقی از اینکه این فرصت مجددا در اختیار کشتی قرار گرفت جایی که کریم فر در مرحله رپ شارژ با کشتیگیر ژاپنی کشتی بگیره کشتیگیر ژاپنی در دور نخست کوشیگیر کره باخت نتیجه همچنان دو بر صفر به سود کریم فر هست او تا اینجای کار خوب کشی رو اداره کرده خوب مبارزه کرده علا رقم شایستگی هایی که این اندیمشکی تیم ملی کشورمون داشته متاسفانه حالا بایستی فقط برای کسب نشان برونز مبارزه بکنه چهره محمدی رو میبینید که در کنار توشک با او صحبت میکنه و نکات لازم رو به او میگه یک اختار به کریم فر و برحال بر میگردیم مجددا بر روی توشکی که کریم فر مبارزه خودش رو در مقابل حریف ژاپنی دنبال میکنه به او اختار دادند و او در خاک دفاع میکنه خوب هم دفاع میکنه رو به جلو حرکت میکنه دقیقه پنجم تمام میشه یک دقیقه دیگر کریم فر بایستی با این کشتگیر مبارزه بکنه و در صورت پیروزی همونطور که خدمتون ارز کردم بعد از ظهر امروز برای کسب نشانه برونز بایستی مبارزه خودش رو دنبال بکنه حالا او بایستی برای کسب مدال برونز بعد از ظهر امروز فکر می کنم ساعت یک و نیم اولین دیدار رو برگزار بکنه و در سوی دیگر هم کریم فر همچنان با نتیجه دو سفت جلو هست فقط هشت ثانیه دیگر تا پایان این مبارزه هم وقت باقی است که این هشت ثانیه هم به نوعی سپری میشه و زنگ پایان مبارزه او در مقابل حریف ژاپنی به صدا در میاد و حسن بابک اصلا به نظر میرسه که راضی نیست از کشتی کریم فر به هر حال او بایسی بعد از ظهر امروز برای کسب نشان برونز مبارزه کنه